همکارم زهرا علیپور اینجا در استودیو به ما پیوسته. خوش اومدی به برنامه امروز زهرا. تنها چیزی که شاید میشه گفت این دخترها رو رسوند به اینجا انگیزه ای بود که پشتشون بود و این مشکلات زیادی داشتن، از لباس و حجابشون که اشاره کردی در گزارش، تا اینکه حتی بی توجه بودن به اینکه اینها بازی تدارکاتی لازم دارن برای همچین تورنمنت مهمی. یکم بیشتر بگو از جزئیات این که چرا اینقدر بی توجهی کردن. شهر به موضوع لباس و حجابشون اشاره کردی. خب اینا در آستانه بازی‌های مهمی بودن و مطرح کردن همچین چیزی میتونید تصور کنید از نظر روحی چه فشاری به این بچه‌ها وارد کرد. بعد از اینکه صعود کردن به اون شکل تاریخی و یه در واقع یه کار خیلی بزرگی رو رقم زدن در فوتبال زنان ایران، همه انتظار داشتیم که الان بیشتر بهشون توجه بشه، بازی‌های تدارکاتی و دوستانه با تیم‌های قوی براشون تدارک دیده بشه، به خصوص اینکه این مرحله مرحله‌ای که تیم‌های قوی در اون حضور دارن، تیم‌هایی که سال‌ها سرمایه‌گذاری دارن می‌کنن روی فوتبال زنان شراره. اما دو اتفاق افتاد که مانع از انجام بازی تدارکاتی شد. تیم ملی قرار بود بره بلژیک، بره در محل باشگاه شارلوآ 10 روز اردوی تدارکاتی داشته باشه، با تیم خود شارلوآ بازی کنه، با تیم ملی زنان بلژیک بازی دوستانه داشته باشه و این اردو قرار بود به صورت کاملا رایگان باشه. اما احمد راستینه نماینده مجلس مصاحبه‌ای کرد، اشاره کرد به نسبت خانوادگی بابک بیات که اشاره کردم در گزارش با یکی از اعضای خاندان پهلوی و خبرگزاری پارس هم وارد ماجرا شد، پروبال داد به این ماجرا و در نهایت شورای برون مرزی مجوز سفر این بچه ها رو صادر فقط به خاطر اظهار نظر نماینده مجلس کل تیم ملی و اون هویت. دقیقاً. من نکته جالب اینه که باشگاه شارلوآ در سالهای گذشته بازیکنان ایرانی زیادی ملی پوشای مرد زیادی ما در باشگاه شارلوآ داشتیم. علاوه بر اون یاسمن فرمانی که همین الان با تیم ملی در هند حضور داره بازیکن خود باشگاه شارلوآ و این دخالت کمی عجیب بود که دخالتی که در واقع همچین فرصتی رو بیاد از این بچه‌ها بگیره. کارشکنی بود، کارشکنی که ما در این سال‌ها بسیار دیدیم. موضوع دوم این بود، اونجوری که خود خانم ایران دوست هم در مصاحبه‌هاشون تاکید کردن، با 14 کشور مختلف تماس گرفته فدراسیون فوتبال، درخواست بازی دوستانه داده، اما به خاطر اینکه تیم ملی 2 سال تشکیل نشد، ما تیم ملی نداشتیم، از رده‌بندی فیفا اصلا خارج شده بودیم، ما تو رنکینگ فیفا اصلا تیم ملی زنان ایران حضور نداشت. به همین دلیل بازی تدارکاتی برای اینه که تیم‌ها رنکینگشون رو بالا ببرن و خب تیم‌ها حاضر نبودن در شرایط همه‌گیری کرونا بیان هزینه بکنن با تیمی بازی کنن که در رده‌بندی فیفا از خودشون پایین‌تره و این بازی یکی دیگه از موانعی بود که مریم ایراندوست نتونست بازی تدارکاتی خوبی برای شاگردانش داشته باشه. چند اردو در کمپ تیم‌های ملی برگزار شد در جزیره کیش و چند بازی دوستانه با تیم‌های باشگاهی داخلی و تیم با این شرایط همه دست به دست هم داده بود که این دخترها بدون هیچ بازی تدارکاتی برن در این تورنمنت شرکت بکنن، که البته خب اولین بازیشون فردا هستش که مقابل تیم هند، خب تیم قوی در آسیا به شمار میره. یکم بیشتر راجع به این بازی بگو، چقدر امیدوار هستیم که بتونه خوب ظاهر بشه تیم فوتبال زنان ایران؟ البته میدونم که خب توقعها رو هم نباید بالا برد. درسته، دقیقاً انتظارات ما باید با محدودیت‌ها و امکاناتشون هماهنگ باشه. اما شرر من درباره هند اینو بگم که هند در دهه 70 و 80 میلادی در آسیا جزو بزرگان فوتبال زنان بود، حتی 2 دوره پیاپی نایب قهرمان آسیا شد، اما اونها هم دچار افت شدن، فوتبال زنانشون به در واقع راکت شد برای سالها، 2009 از رنکینگ فیفا خارج شدن اما 2010 برگشتن و در این یک دهه اخیر اونجوری سرمایه گذاری کردن روی فوتبال زنان که الان هند میزبان این رقابت هاست. 12 تیم آسیا دارن در شهر بمبئی هند رقابت میکنن با هم دیگه و هند فقط در سال 2021 شرایط نزدیک به 12 بازی دوستانه داشته. میتونید تصور کنی با چه آمادگی، با چه انگیزه‌ای دارن میان برای این رقابت‌ها و بچه‌های ما الان کار خیلی سختی دارن. ما سال 2008 توی بازی آسیایی با هند روبرو شدیم، 2 بار در فاصله 1 هفته بازی اول رو باختیم، بازی دوم رو بردیم، اما این هند قوی. البته بگم که تیم زنان ایران انگیزه ای داره پشتش که شاید بتونه هر تیم ابرقدرتی رو شکست بده و اینکه زیبایی فوتبال به اینه که تا آخرین لحظه هیچ کس نمیتونه پیش بینی بکنه. ممنون از توضیحات تو زهرا علیپور اینجا در استودیو برنامه امروز.